سلام 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 سلام، قسمت چهارم رود تو گلوری صرف تا صدو شروع میکنیم امروز. ممنون، متشکر از اون سابسکرایبری که انجام دادید. سابسکرایبمون شروع کردیم 770 بود، فکر کنم یه 20 تا تغییر کرده تا الان. خیلی ازتون ممنونم، فکر کنم بتونیم به 1000 تا برسیم تا قبل از اینکه این رود تو گلوری تموم بشه. و اینکه هنوز صدای من درگیره، عذر میخوام اگه صدا اذیتتون میکنه. تو این اپیزود میخوام بهتون بگم که چجوری شما یه 50K پک مجانی بگیرید. شما هم که ماشاءالله خوب سفیدید، ازتون خواهش میکنم بعد از اینکه این 50K پک رو با این روشی که بهتون میگم گرفتید مجانی، برامون کامنت بنویسید چه بازیکنی رو گرفتید، سفیدیاتون رو رو کنید به همین راحتی. خب سفیدیاتون رو کنید. قبل از اینکه شروع بکنم ازتون درخواست میکنم که سابسکرایب بکنید، لایک بکنید و کامنت انگلیسی بدید که ساباتون هم نپره. اون زنگوله رو هم بزنید که همیشه بدونید کی اپیزودهای جدید آپلود میشه. فعلا خوب رفتیم جلو، هر روز دارم آپلود میکنم، خدا رو شکر خدا رو شکر خوب داریم آپلود میکنیم. امیدوارم که بتونم همینجوری ادامه بدم. بریم که ببینیم این اپیزود چجوریه. خب اول از همه اون اسکواد بتل من زیاد بازی نکردم هفته پیش، به سیلور دو رسیدم، دو تا پریمیوم گولد و یه چیز و یه گولد گرفتم. خوبیه اسکواد بتل اینه که پکاش تریدبله، یعنی حتی شما بدترین نتیجه رو بگیرید باز هم حداقل یه مقداری کوین میسازیم. خدمتتون عرض کنم یه سر زدیم به SPCA و دیدیم که یه 78 پلاس آپگرید هست. فکر کنم امروز آخرین روزش هم هستش که میمونه. یه دونه فکر کنم یه دو تا ازش درست کنیم. الان یه دونه درست میکنیم ازش که ببینیم چی بهمون میده، آیا میارزه یا نه. و من فقط از آن تریدبل هام استفاده کردم، اونهایی که هیچ سودی برای من نخواهند داشت و نمیتونم من بفروشمشون. این بازیکن‌ها رو گذاشتیم برن. 5 تا بازیکن گلد کامن هم بیشتر نمیخواد، یه 78 پلاس رر بهمون میده. فروشی نیست خب، ولی خب به هر حال رر بهمون میده. ما هم گلمون اینه که همین هفته کل تیممون رو رر بکنیم. بریم ببینیم استور گولد پکمون رو باز میکنیم از اسکواد بتل. این تریدبله بچه ها. و گولکیپر آلمانی شوالو گرفتیم. و این هم بازیکنایی بودن که بازیکن ها و تریدبل ها، من اونا رو کویک سل کردم چون 500-600 تا کوین الکی الکی برای چی نگشتیم تو کلاب. پریمیوم گولد پکر هم نگاه میکنیم، بازم برد نبود. گلس فکرم حکم زایش، ولی حکم زایش نبود. لابیاد از آژاکس رو بهمون داد، بازم اینا همه تریدبل هن. یه سری از لیگا رو به دردمون نمیخوره و بچ ها و چند ها و اینها رو هم به دردمون نمیخوره و ما فروختیم تا بتونیم 803 تا به دست بیاریم. این تصویر یه رفت بالا. پریمیوم گولد پکمون هم باز میکنیم و کاکلن رو بهمون داد. کاکلن هم بازیکنی هست که بتونیم استفاده کنیم، من لازمش ندارم توی تیم و این هم میتونیم بفروشیم و کوین خوبی بهمون بده. دوباره یه سری از لیک ها و یه سری از کیت ها رو، مثلا من اون کیت مکزیکو رو خوشم اومد نگاش داشتم، اگر میفروختم میشد 600 تا کوین، ولی 300 تا کوین بهمون رسید. و در نهایت اون 78 پلاس گولد ریری که درست کردیم تو اس بی سی رو باز کردیم. بلاس بگم واک اوت نبود، ولی آن تریدبل این فرم بهمون داد. اسمیت رو از آرسنال لفت مید که ولیوش هم دیسکارده، یعنی همون 10 11 تا بیشتر ولیوش نیست، ولی ما الان یه دونه از این آنتریدبل این فرم توی کلابمون داریم. اینم باز کردم که ببینیم چیه. همیشه پریویو اگه اویلیبل هست باز کنید ببینید چیه، اگه به درد خود شد یهو رونالدو چیزی اون تو بود و میتونیم بازش کنیم. اینم تیممونه. دلیلی که این برنز و نقره میبینیم، من داشتم اون ابجکتیو رو می‌خواستم انجام بدم و تصمیم گرفتم که تیمو عوض بکنم. ایساک دیگه جواب گو نیست، میتونه به عنوان ساب بیاد تو، ولی من ترجیح دادم که بفروشمش و با کوینش یه سری بازیکنای دیگه بگیرم. نه من یه ذره کوچیک بکنم اینجا. ما خریده بودیم 750 و تونستیم بفروشیمش 1000 خورده ای.
امرسون هم گفتیم بفروشی بهش، اون موقع ها 4000 تا اینطوریا بود، ولی الان که تو مارکت هست بین 2000 تا 2200 هست. من 2200 گذاشتمش و بره، امیدوارم حالا ضرر که نکنم چون اینا ما تو پکمون گرفتیم. این سه تا بازیکن به فروش رفتن. حالا خریدی که میخوایم بکنیم چیه؟ ما یه استرایکر تقریبا خوب میخوایم که اسکیلاش هم خوب باشه. تقریبا ممفیس دپای نسبت به اسکیل مو و ویک فوت و اینا قیمت خوبی داره. از اون ورم کازمیرو هم همینطور. من کازمیرو رو به عنوان یه سی دی ام گرفتم که بتونه اون عقب وایسه، سرعت بالایی نداره ولی اون عقب رو میتونه پوشش کامل بده. دپایو داریم اون جلو و کازمیرو هم هست به عنوان یکی از سی دی ام امون. الان سی ام توی ترکیب ولی به عنوان سی دی ام میاد. بعدم از اون ور من گفتم که دفاع دارم به اسم پپه. پپه هم دفاع خیلی خوبی برای استارت. یه رایت بک هم پورتو داره، ویلسون منافا. قیمتش فکر کنم 700 کوین بیشتر نیست ولی با پیس خوب و تقریبا فیزیکال دیفندینگ اوکی هستش که میتونه لینک سبز بده و 10 بکنه. برای دیویژن 9 8 و اینا کافیه. تا برسی به دیویژن 7 شما میتونید آپگریدش بکنید به یه چیز دیگه. به نظر من برای دیویژن 9 و 8 که میخوایم بازی بکنیم و برسیم بهش، این رایت بک اوکی. حالا باش امتحان میکنیم توی اپیزودهای بعدی. اگه خوب نبود 100% میفروشیمش و یه رایت بک دیگه میگیریم. و دروازه‌بانم عوض کردیم، ولاچیدیموس از لیگ پرتغال که لینک مستقیم میده به دفاع چپمون، دفاع وسط چپمون. حالا اینجا اون قسمتی که میخوام بگم چجوری میتونید 50k پک مجانی بگیرید. اگه برید تو قسمت فینیش مستری مایلستون، 100 تا فینیش گول برابر میشه با یک 50k پک یا همون ریر پلیر پک. خیلی خوبه. تا الان بعضی وقت بازی کرده باشین 18 تا 19 تا 20 تا زده باشید. اگه بازیتون که خیلی خوبه، که معمولا همتون بازیتون از من بهتره، میتونید تو 2-3 تا اسکواد بتل این 100 تا فینیش رو بزنید. چیکار میکنید؟ میرید تو اسکواد بتل تیمو برمیدارید، به جای اینکه بذارید روی حالا پرو پروفشنال یا هر چیزی، روی آماتور یا بیگینر میذارید. اینجوری گلاتون بالاتر میره. من تو آماتور گذاشتم که ذره پوینت بیشترم بگیرم و به نظر من بهتره اینجوری. رفتیم تو بازی و گلای زیادی زدیم، 18 تا 19 تا گل زدیم. همینجوری بازی رو انجام داریم میدیم و دوباره 18 تا گل اینجا زده شد، 20 تا گل تو گل بعدی. همینجوری انجام دادم. بینشم کاری که کردم، گفتم خب خسته میشم هی بخوام بازی بکنم، یه سری از اینا رو ریدیم کردم. یکی از سری از این فاندیشن ها و مایلستون ها و اینها هستش، ریدیم کردم 500 تا کوین برای 5 تا بازی. از اون ور رفتم تو سیزن پروگرس آنلاک کردیم لوتارو مارتینز و اینا، همشون به دردمون میخوره چون داریم گل بیشتر میزنیم، خیلی زودتر هم تمام میکنیم، در آینده به نفعمون هست. الان لول 14 برسیم دوباره یه دونه پک دیگه میگیریم. رفتیم توی استور، یه پک بهمون داده بود، یه دونه 75-83 از روی فاندیشن، اینم باز کردیم و اریکسن عزیزو بهمون داد، سی ام حالا قابل استفاده فکر نکنم باشه تو تیمم. بعد دلورد، اگه ابجکتیوای بیاد که یه سری از این بازیکن ها رو میخواد حتما انجام میدیم. من یه هفتهش پلاس دیگه بستم، گفتم شانسمو امتحان بکنم ببینم چیه. فکر کنم الان بازش نمیکنم، میرم نه الان بازش میکنم، الان بازش میکنیم اینجا هفتهش پلاس رو و به همون بازیکنی که میده کسی نیست جز آنتونیو. ما این بازیکن امروز 2-3 بار گرفتیم توی پکامون، اینو یادتون باشه. برمیگردیم تو بازی‌ها، دوباره توی این بازی 21 گل زدیم. کوتینیو چه بازیکنی، با اینکه 69 پیسه ولی فینساش فوق‌العاده است. اگه میخواید فینس بزنید این ابجکتیوتون انجام بدید، بهتون میگم که کوتینیو رو انتخاب بکنید. من گرفتم با تیم چیز بازی کردم، امباپه، که یه ابجکتیوم اونجا تیک بخوره. دوباره بازی بعدی دور می‌بینید که کوتینیو من آف د میچ میشه هر بازی و اینجا هم 12 گل زدیم و فکر کنم یه بازی دیگه انجام دادیم
بله 14 تا گل هم اینجا زدیم و دیگه 100 تا گلمون رو ما تموم کردیم. ببینیم تو ابجکتیو ها یه دیلی ابجکتیو تموم کردیم چون مچ ها رو بردیم و پوینت اکسپریانس پوینت میگیریم. میریم توی مایلستون و قسمت فینیشینگ میستری یه دابل دیلایت که 75 تا 83 پک هستش رو بهمون میده و از اونورم یه فینس 100 که همون 100 تا گلی که فینس زدیم و یه ریل پلیر پک یا همون 50K پک رو بهمون میده. توی اسیس میستری هم رفتیم یه سری چیز ابجکتیو هم اینجا کامل شده بود با پاس گل و نمیدونم لود نمیدونم ترو بال و اینجور چیزا اتوماتیک اینا کامل میشه چون بالاخره پاس میدید پاس گل میدید بعد اون 100 تا گلی که میخواید بزنید و اینا هم کامل میشه خود به خود براتون. فاندیشن هم آخرین قسمتش بود که سینگل پلیر رو کامل کردیم و یه سیلور پک کانترکت اگه اشتباه نکنم به همون میده و 500 تا هم کوین در کل به همون میده. حالا میریم توی سیلور کانترکت پک که فقط کانترکت هیچ فرق نداره اینو بازش میکنیم و بعدم میریم سراغ 75-83 ریر و از اون ورم بعدش هم 50K 75-83. من یه لحظه گفتم چجوری بین 75-83 واکاوته واکاوت گلیچ بود ولی خب یه وانچ تو واچ دلینی گرفتیم لیگش به بازی همون میخوره دفاع فوق‌العاده یا حالا باید یه جوری فیگر اوت بکنیم که چجوری اینو به عنوان سی دی ام بزنیم شاید تا بتونیم به جای کازمیرو بذاریم و کازمیرو رو بفروشیم ولی لینک دیش ذره سخت میشه. میتونیم دفاعمون رو آپگرید بکنیم و اونا رو هم لالیگا بکنیم تا بتونه لینک بده. و حالا مهمترین قسمت که شما سفیدها خیلی بهتر از من خواهید گرفت. من یه برد گرفتم این حداقل توش 83 داره حداقل و من الیسیچو گرفتم شوت خوبی داره ولی پیسش خیلی پایینه به نظر من غیر قابل استفاده است توی فیفا. ساویچ کوتس ولی خوبیش اینه که اینها برای اسپیسی ها به درد میخورن. دیوید نرس یکی دیگه از سابایی که میتونیم استفاده بکنیم به جای رودریگو بیاریم تو اگه بخوایم و گاکپو به عنوان یکی از ابجکتیو هایی که میتونیم ازش استفاده کنیم بازیکن ابجکتیومون میتونیم استفاده بکنیم و دوباره آنتونیو رو بهمون اینجا میده. یه نیو کامرز چالش اومده بود توی اس پی سی ها اونم انجام دادم فکر کنم 75 پلاس میداد بازیکن و گفتیم اونم امتحان بکنیم ببینیم چیه شاید یه بازیکن خوب بهمون داد که بتونیم استفاده بکنیم و این به خاطر اینکه آنتونیو رو هم می‌خواستم الکی کویک سلش نکنم بازش میکنیم و این اپیزود امروز با این پکای امروزمون تموم میشه. یه برد دیگه گرفتیم و دینیش دیگه و اون هم کسپرش مایکل دروازه‌بان خوب خوبیه اگه تیمتون پریمیر لیگه میتونید ازش استفاده بکنید. من تیمم پریمیر لیگ نیست ولی نگرش میدارم چون میتونم تغییراتی انجام بدم توش. حالا بریم یه سر بزنیم به تیم ببینیم تیممون چی شد. هزارده که لفتینگ هم عوض کردم. اوکامپوس دیدم بعضی جاها دیگه نیمه دوم جواب نمیده. هازارد یکی از آپشنایی که با قیمت پایین میتونیم ازش استفاده بکنیم توی هفته های اول. شوت خوبی داره، اسکیل خوبی داره. حالا 5 ستاره اسکیل نیست ولی حداقل قابل قبوله. با دریبل بالای 88 و پاس اکورت. اینم گذاشته میشه لفتینگ، کاماوینگا هم که بهش لینک میده، کوتینیو و کازمیرو. حالا بعد یه کاری بکنم اینم میتونم کازمیرو رو اگه بتونیم که به فروشی که هست میفروشیمش و به جاش دلینی که گرفتیم رو وارد بکنیم. خب دوستان آقا دمتون گرم، مرسی 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 این اپیزودم با همون بودید. اپیزود چهارمه یعنی توی 4 روز، حالا برای من 4 روز آپدیت میکنم، شما همه این مراحل رو میکنید میتونید تو 2 روز انجام بدید و یه تیم قابل قبول بسازید که بتونید برید باهاش دیویژن رایبل ها رو انجام بدید و به دیویژن 9, 8, 7, 6, 5, 4 و بالاتر برسید. وقتی هم بالاتر برسید ریوارداتون هم میگیرید و اون ریواردا رو میتونید بیارید توی تیمتون و ازش استفاده بکنید برای ویکند لیگ آماده باشید. فعلا هیچ فیفا پوینت استفاده نکردیم و این فیفا پوینت استفاده نکردن یه کمکی کرده که ما بتونیم تیممون رو خیلی 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 خوب بسازیم. بازم عذر میخوام بخاطر صدام، صدای من هنوز گرفته، فکر کنم یکی دو هفته دیگه طول بکشه تا صدای من درست بشه و حرف زدن های زیاد توی اپیزودها و اینها هم کمک زیادی نمیکنه به ریکاوری کردن صدام.
ولی بازم دمتون گرم، لایک ساب کامنت فراموش نشه و طبق معمول همیشه چنل رداربی نیشن هلاک.